چجوری میشه دکتر استرنج رو شکست داد و کشت؟ یو رفقا چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. من متیاسم، اینجا چلم توئه. آقا همونطور که میدونید یه سری المانا و نقطه ضعف رو قرار براتون بیارم تا اینکه بهتون نشون بدم چجوری میشه دکتر استیون استرنج رو شکست داد و اینکه بکشیمش. دکتر استرنج جادوگری که خیلی توسط کامیک فنا بزرگ شده، ولی باید بگم که نوع جادو اجرا کردنش تفاوت زیادی با اکثر جادوگرایی مثل اسکارلت ویچ داره که همین ممکنه باعث باختش بشه. پس بپردازیم به ضعف‌های استیون استرنج که کلا متکی به جادوها و ابزاراست تا انرژی درونی. چند تا المان داره که قراره همشو براتون بگم و در نهایت میتونید تو کامنت ها بهم بگید که به نظر تو کدومش منطقی تره. آسیب پذیری فیزیکی. دکتر استرنج یه رزمیکار ماهره، اما اون همچنان یه انسانه و اینکه میتونه از نظر فیزیکی واقعا آسیب پذیر باشه. اونو میتونیم از طریق حملات فیزیکی مثل بقیه انسان‌ها شکست بدیم و مثل بقیه انسان رو حملات فیزیکی ضعف داره. یعنی که آقا اون اگه که جادو نداشته باشه، وردای خودش رو ازش بگیریم و نتونه که جادوی عرفانی خودش رو اجرا بکنه، دیگه رسماً عین یه بدن عادی انسان میمونه و چیز خاصی نداره که به بقیه نشون بده. یعنی یه بدنی مثل تور نداره و واقعاً روی یه گلوله کلت میتونه که بمیره و کاملا به فنا بره. تکیه بر جادو. دکتر استرنج برای انجام شاهکار خودش به شدت به جادو متکیه. اگر اون به نحوی از منبع جادو یا توانایی خودش در تلس کردن و ازش ببریم، به طور قابل توجهی ضعیف میشه. یعنی که آقا کلن دکتر استرنج، من باید بهتون بگم که این یه نقطه ضعفیه که توی فندام کامیک داشتم میخوندم و واقعا به جادو کلن تکیه میکنه و چیز دیگه ای نداره و این باعث ضعفشه. هر جوری که میشه جادوی دکتر استرنج رو ازش بکشیم بیرون، دیگه براش کاری نره که شکست بخوره و واقعا باگ اون کاراکتره. آیتم بعدی که حالا خیلی ضعف خاصی نمیشه و من ضعفای خیلی خفنتری هم دارم، ولی گفتم که اینو حتما بهش اشاره کنم و بهتون بگم اعتماد به نفس بیش از حدشه که اینو تو دکتر استرنج مولتیورس آف مدنس علیه اسکارلت ویچ دیدیم که اون واقعا اعتماد به نفس گرفته بود. تو اونجرز ها خیلی خفن بود و با تانوس فایت داده بود، یه جوری برابر با تانوس داشت پای و پای فایت میداد، ولی خب تو فیلم دکتر استرنج مولتیورس آف مدنس جلوی اسکارلت ویچ واقعا یه جوری بهتون بگم که ان شد و نمیدونست که اصلا واندا در چه حدی میتونه قدرتمند باشه و یه جورایی شبیخون خود و شکست خورد. غرور و اعتماد بیش از حد دکتر استرنج، پس میشه گفت که گاهی اوقات میتونه اونو به دست کم گرفتن مخالفای خودش رقم بندازه و خب توسط سری دشمن باهوش واقعا میتونه که سرویس شو شکست بخوره. آیتم بعدیش موجودات کیهانی. موجودات خیلی قدرتمند و قوی تری که این جادوهای عرفانی که نهایتا در حد مولتیورس و جهانهای چندگانه است براشون کاری نداره، راحت میتونن که دکتر استرنج رو شکست بدن. موجودایی مثل دادگاه زندگی، واچر یا افراد دیگه‌ای میتونن راحت دکتر استرنج رو شکست بدن، برای اینکه چارت ورد عرفانی و عقب و جلو کردن زمان برای این کاراکتری که خودشون کلا زمان رو اداره میکنن کار خاصی نداره و راحت استرنج شکست میخوره. ریالیتی وارپر، یا فارسیشو بخوام براتون توضیح بدم، شخصیتایی که توانی انحراف واقعیت رو دارن یا تغییر در واقعیت، مثل اسکارلت ویچ توی تموم پتانسیلش میتونه دکتر استرنج رو یه جورایی شکست بده و اذیت بکنه. بخاطر اینکه بچه دکتر استرنج باید بهتون بگم که یه شخصیت باگ و ضعف‌داریه تو جادوگرا. دکتر استرنج رو خیلی از کامیک فنا دوست دارن، توی کامیکا خیلی کارهای خفنی کرده و همینطور اسکارلت ویچ و افراد خیلی گنده یو شکست داده، ولی خب متاسفانه دکتر استرنج کارکتر تمام قدرتمندی نیست و خیلی ضعف داره. کارکتری که حتی توی جادوگرا تغییر واقعیت نداره و ما دیدیم که توی نسخه‌های موازی و خیلی قدرتمندترش این آپشن بهش اضافه میشه و دکتر استرنج معمولی روی یه سری کارکترها و جادوگرایی که اسپرای خیلی خاصی دارن میتونه ضعف داشته باشه، که یکی از اونها تغییر واقعیته که دکتر استرنج نمیتونه در برابرش کاری کنه، که ما توی فیلم دکتر استرنج مولتیورس آف مدنس دیدیم که دقیقاً عین کمیک دکتر استرنج قابلیت خیلی زیادی برای تغییر واقعیت نداره و میتونه که روی اون شکست بخوره. آیتم بعدی دستکاری زمانه. در حالی که دکتر استرنج تا حدود زیادی در دستکاری زمان استاده، ممکنه با موجودات یا نیروهایی که کنترل خیلی بیشتری روی زمان دارن مبارزه کنه، مثل کانک فاته یا مرجع وریانس زمانی که در اصل کارشون بازی با زمانه و دکتر استرنج جلوی اونا ضعف دارن و نمیتونن کاری کنن. آیتم بعدی حملات روانیه. اگرچه دکتر استرنج داره برخی از دفاعی روانیه، ولی شخصیتایی با توانایی روانی خیلی قدرتمند که دیگه رسما قدرت اصلیشون بازی با روانه، مثل پروفسور ایکس یا جین گری، میتونه که اذیت بشه و شکست بخوره.
دکتر استیون استرنج. باید بهتون بگم ضعفای دیگه هم داره، مثلا استرنج برای بسیاری از جادوی خودش از تلسپ استفاده میکنه، بنابراین اونو اگه ساکت کنیم یا صدا و دهان اونو مورد هدف قرار بدیم اون دیگه قادر به صحبت کردن نیست و خیلی باگای مختلفی میخوره و اذیت میشه. آیته بعدی که با بهتون بگم خود جادوه، یعنی شما نقاط ضعف دکتر استرنج رو میتونید خود جادو در نظر بگیرید. جادو با تمام قدرتی که دارن استفاده از اونا به زمان، تلاش و تمرکز نیاز داره. یعنی که آقا یه سری از جادوگرایی مثل اسکارلت ویچ انرژی درونی دارن و با انرژی جادویی درونی خودشون اشعه یا هر کار دیگه ای میکنن، ولی خب جادوگرایی که زیاد انرژی درونی خاصی ندارن و فقط با اسپل و ویردها بازی میکنن مثل دکتر استرنج، مثل نسخه از دی سی، مثل کنستانتین، باید که جادوها رو بخونن و تموم اینا نیاز به زمان، تلاش و تمرکز داره. پس بعضی از جادوها سریعتر از بقیه هستن و میشه اونا رو راحت استفاده کرد، ولی خب بعضی از اونا اینطوری نیست و باید حتما تایم بذاری و استفادهش کنی. باید بهتون بگم که توی فیلم دکتر استرنج مولتیورس آف مدنس که چه اقتباس خوبی برای مثالی که من براتون بزنم، مبارزه میرر دیمنشن دکتر استرنج یا همون بعد آینه، اون که توی بعد آینه گیر افتاد و از دست واندا مجبور شد اون تو فایت بده، اون حتی زمان لازمو برای اینکه یه دونه پورتال باز کنه تا فرار کنه رو نداشت و مجبور شد که نگاه کنه و سری ضربه هاییو از بعدهای آینه و آینه‌های مختلف دورش بخوره. پس جادوگری که باید جادو رو اجرا کنه و بخونه و ورد رو استفاده کنه، ممکنه که به خاطر کمبود زمان از بقیه جادوگر عقب بیفته. بقیه از جادوهای دیگه از جادوی دکتر استرنج متکی به آثاره. بدون این آیتما بسیاری از تلسمای اون در دسترس نیست. حتی قدرتمندترین جادوگرای محفل عرفانی که دکتر استرنج هم از اون انرژی میگیرن، باید بهتون بگم که اکثرشون بدون حلقه زنجیر نمیتونن یه پورتال احضار کنن یا یه پورتال باز کنن. دکتر استرنج با شنل خودش پرواز میکنه و با چشم آگاماتو زمان رو دستکاری میکنه، که اگه اینا نباشه خیلی دکتر استرنج باگ داره و با استفاده از این دستگاه هاست که معمولا به صورت سریع و تو کمتری زمان ممکن چیزایی که تو ذهنش رو اجرا میکنه و بدون اونا باگی داره. و در نهایت یه چیزی هم بگیم که خیلی راهنمایی ریزه و میتونی دکتر استرنج رو شکست بدید، اینه که بعضی از جادوها رو اون با حرکات دستش استفاده میکنه، که اگه دست و انگشته اون رو هدف بگیرید یه جوری سرویس میشه، به خاطر اینکه گذشته اون شامل دوره‌ایه که دست اون له شدن به جوری رسما فلج بود. ولی خب با تموم این تفاسیر بزرگتری ضعفی که دکتر استرنج داره اینه که اون هنوزم انسانه و بنابراین ضد گلوله نیست. اهداف اصلی یه تک تیرانداز مثل دست، گلو، ریه، سر و بدن اونه که بدون جادوها و محافظای عرفانی اون میتونه که راحت زخمی بشه و آسیب ببینه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره که بزرگترین حمایت از ماست. و اگه ضعفای دیگه میدونید از دکتر استرنج برای ما بنویسید که تو کامنت ها جوابش رو بدید. دمتون گرم که تو اینجای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو دیگه، بدرود.